وزارت کره داخلی تاجیکستان خبر داد که اخیرا در شهر وحدت 3 حالت اسراف نیروی برق و استفاده غیر قانونی آن را آشکار کرده و فعالیت 3 نقطه خوراک تیزپزک در کوچه فردوسی این شهر را به سبب استفاده غیر قانونی قوه برق منع کردند. بنا به گزارش کرامت الله عبدالویف، نماینده رسمی خدمات سوخت و نشانی وزارت کره داخلی، هنگام برگزاری چنین چورابینی ها در کوچه فردوسی شهر وحدت معین گشت که در بعضی از نقطه های تیستیار و دکان های سودای کنار راه در برابر رعایت نشدن طلبات قاعده های بی خطری از سوختار، اینچنین به مصرف شوی برزیات و استفاده غیر قانونی قوه برق راه داده می شود. از جمله در نقطه سودای سر و لباس صاحب کار مجگونه حسین و قوه برق را به حساب کنه که برقی و با کار فرمودن تجهیزات گرمی دهنده برقی استفاده می نماید. فروشنده پاپ کورن یوسف فتولایف نیز اسباب برقی جواری مکپزی به حساب کنه که برقی استفاده می نمود است. به همین مانند سوداگر دیگر محمد صالح شریپوف از ستون برقی نقل کشیده به حساب کنه که برقی از اسباب برقی جواری مکپزی در راه رو به سودای کجاگی مشغول شده است. در گزارش وزارت کره داخله گفته می شود که بنابر سبب کمبودی های آشکار گردیده از طرف کارمندان خدمات دولتی آتش نشانی شهر وحدت نسبت به قاعده ویران کنندگان سندهای دخل دار و پروتکل حقوق ویران کنی ماموری ترتیب داده شده، قرار در باره باز داشتن فعالیت آنها برآورده شد. روز دوم دکامبر بلافاصله در پی لفق لیمیت برق در تاجیکستان تحت رهبری وزارت کره داخلی ستاد مخصوص تشکیل شد که باید استفاده صرفه‌کارانه نیروی برق را در کشور نظارت کند. مقامات میگویند تنها در صورت استفاده صرفه‌کارانه نیروی برق میتوان تأمین شبانه روزی آن را در فصل سرما تأمین کرد.